توی این ویدیو میخوایم دیتاست موبیلنز رو دانلود کنیم، بیاریمش تو پروژه‌مون، برای تسک ریکامندر سیستممون آماده سازیش کنیم و در واقع یک اینپوت پایپلاین برای مدل ماشین لرنینگمون بسازیم. خب ما برای این کار میتونیم خود دیتاست رو از همین پیجی که میبینید که پیج رسمیشه دانلود کنیم، طبق توضیحاتی که توی فایل های ریدمیش داده شده پیش بریم و این دیتاست رو استفاده کنیم. همونجور که میبینید توی این پیج انواع دیتاست هایی که توی ویدیوهای قبل در موردش صحبت کردیم، مثل دیتاست 25 میلیون تایی، دیتاست آخرین نسخه و حالا 100 هزار تایی که ما قرار استفاده کنیم و غیره توش وجود داره. ما میتونیم اینا رو دانلود کنیم و طبق توضیحاتی که تو ریدمی هستش ازشون استفاده کنیم. ولی توی این کورس ما نمیخوایم این کارها رو به صورت دستی انجام بدیم. به جاش میخوایم از لایبرری TensorFlow Datasets استفاده کنیم. یه لایبرری خیلی خیلی با کیفیت که به ما کمک میکنه اینپوت پایپلاینمون رو خیلی راحت بسازیم. یه لیستی از یه تعدادی از دیتاست های بنچمارک آماده داره که موبیلنز هم جز بشونه. ما میتونیم با یه خط کد این دیتاست رو لود کنیم، بیاریم توی پروژمون و به همون شکلی که میخوایم حالا تغییراتی رو روش بدیم، بعضی فیچرهاش رو نگه داریم، بعضیاش رو حذف کنیم و هر کاری که لازمه تمام این کارا رو توی بهترین کیفیت، بهترین سرعت و با کمترین افورت میتونیم پیش ببریم. خب بیایم شروع کنیم و با استفاده از لایبرری TensorFlow Datasets یا TFDS این کار رو انجام بدیم. قبل از هر چیزی ما باید این لایبرری رو نصب کنیم. برای نصب این لایبرری توی زبان پایتون کافیه که از پکیج منیجر پایتون یعنی پیپ استفاده کنیم. پس من میزنم پیپ انستال. خب پیپ انستال پکیج ها رو نصب میکنه. پشتش اسمش رو کافیه بنویسم TensorFlow داش، دقت کنید اندرسکور نیست، داش datasets. خب این کامند توی ترمینال حالا کامپیوتری که اون پایتون روش نصبه اگر اجرا شه برای ما TensorFlow datasets رو نصب میکنه. دقت کنید الان ما داریم از گوگل کلاب استفاده میکنیم که یه جوپیتر نوتبوکه و در واقع خود ترمینال کامپیوتر نیست. توی جوپیتر نوتبوک برای اینکه شما کامند های ترمینال رو که کامند لینوکسن اجرا کنید باید قبل از کامند، چون اینجا الان جاییه که شما در واقع کامند های شما کد های پایتونتون رو می نویسین و حالا که میخواین کامند اجرا کنید، کامند سیستم عامل، کافیه که در ابتداش یک علامت تعجب بذارید بعد این کامند اجرا میشه. خب این کامند که اجرا میشه یه سری لاگ برای من نشون میده روی ترمینال و اینها و من برای اینکه بخوام این لاگ ها رو نشون ندم یه داش کیو میزنم که بدون اینکه به من اطلاعات اضافی رو نشون بده فقط این لایبرری رو نصب کنه. خب چیزی که هست اینه که این لایبرری روی گوگل کلاب نصبه به صورت دیفالت، یعنی من اصلا نیاز ندارم نصبش کنم، ولی روی کامپیوتری که خودم رو بردم بالا خب قطعا باید نصبش کنم. اما نباید گول این موضوع رو بخوریم. لایبرری که نصبه روی گوگل کلاب نسخهش نسخه قدیمیه. خب لایبرری TFDS یا TensorFlow Datasets معمولا میره خب اون دیتاستی که شما بهش میگین مثلا موبیلنز رو براتون دانلود میکنه، میاره لود میکنه در قالب یک آبجکتی توی TensorFlow به نام tf.data.dataset. در قالب این آبجکت این دیتاست رو برمیگردونه. البته میتونید جوری تنظیمش کنید که به صورت یک نامپای اری برش گردونه و دیتاستتون رو به جای TensorFlow توی لایبرری دیگه مثل جکس یا پایتورچ استفاده کنید. ولی حالا ما که میخوایم از TensorFlow استفاده کنیم به صورت دیفالت این لایبرری دیتاست ما رو در قالب یک آبجکتی به نام دیتاست برمیگردونه و اگر نسخه لایبرری ما قدیمی باشه که توی گوگل کلاب هست این آبجکت برنمیگرده، یه آبجکت دیگه‌ای برمیگرده و کارمون رو خراب میکنه. برای همین
من توی این کامندی که دارم یه دش دش آپگرید هم میزنم که اگر این لایبرری نصبه برام آپدیتش کنه. خب این کامند رو اجرا میکنم. خب چون اولین کامندی بود که داشتم اجرا میکردم یه مقدار طول کشید تا گوگل کلاب من وصل شه به یه اینستنسی روی سیستم کلاود گوگل و برام نصبش کردیم که به خاطر داش کیو هیچ لاگ اضافی هم به هم نشون نداد. حالا که من این لایبرری رو نصب کردم باید بیام توی پروژم ایمپورتش کنم. خب شما بالای پروژهتون معمولا ایمپورتاتون رو مینویسین به چه شکل؟ به این صورت ایمپورت اسم لایبرری. فقط دقت کنید اسم لایبرری با اون اسمی که من اینجا نوشتم یه تغییر یه تفاوت خیلی جزئی داره. TensorFlow چه تفاوتی داره؟ به جای داش دیتا ست من دارم اندرسکور دیتا ست. اوکی؟ و خب گوگل کلاب به پیشنهاد هم البته داره میده. خب این به این شکل لایبرری من ایمپورت میشه توی پروژه. ولی معمولا توی حالا برنامه نویسی پایتون رسمه که شما وقتی ماژولاتون رو ایمپورت میکنید و خب این ماژولا اسمای طولانی دارن، یه اسم کوچیک یا یه اسم کوتاهتر و مختصرتر بهش بدین و این اسما معمولا یه سری حالا رسم‌های کانونشنالی دارن. مثلا برای TensorFlow Dataset رسمی که شما اسمش رو میدین TFDS. خب پس من الان با این خط توی پایتون میگم که ماژول TensorFlow underscore dataset رو برام ایمپورت کن، اسمش هم از این به بعد تو کد من بذار TFDS. دقت کنید اینجا اندرسکور داریم ولی موقعی که می‌خوایم نصبش کنیم داش داریم. خب من این کامند رو کافیه که اجراش کنم. لایبرری من الان ایمپورت شد.